Я искренне хочу выразить соболезнования семьям израильтян, граждан других стран, чьи близкие... من میخواهم تسلیت صمیمانه خود را به خانواده های اسرائیلی ها و شهروندان کشورهای دیگر که عزیزانشان را در حمله 7 اکتبر از دست دادند ابراز کنم. اما برای ما نیز روشن است که مردم بیگناه نباید برای جنایتی که دیگران مرتکب شده اند پاسخگو باشند. مبارزه با تروریسم نمیتواند بر اساس اصل غیر منطقی مسئولیت جمعی که منجر به مرگ سالمندان، زنان، کودکان و کل خانواده ها میشود انجام شود. صدها هزار نفر بدون سرپناه، غذا، آب، برق و کمک‌های پزشکی باقی ماندند. این یک فاجعه انسانی واقعی است. موضع روسیه در مورد مناقشه فلسطین و اسرائیل به خوبی شناخته شده است و چندین بار به صراحت بیان شده. ما نه تحت تأثیر شرایط فعلی بلکه بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین تأکید داریم. این کلید حل و فصل پایدار و اساسی و صلح در خاورمیانه است. این موضع سنتی اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه از سال 1948 بوده. هدف اصلی ما متوقف کردن خونریزی و خشونت است. تشدید بیشتر بحران خطر عواقب شدید و بسیار خطرناک و مخرب را نه تنها برای منطقه خاورمیانه بلکه فراتر از آن ایجاد می‌کند. من بارها در سخنانم، در مکالمات تلفنی متعدد و در جلسات شخصی با رهبران خاورمیانه و سایر کشورها بر این موضوع تاکید کردم. ما شاهد تلاش‌های نیروهای خاصی برای تشدید بیشتر بحران از طریق کشاندن سایر کشورها و ملت‌ها به درگیری و استفاده از آنها برای منافع خودخواهانه خود هستیم. برای برانگیختن موج هرج و مرج و نفرت متقابل نه تنها در خاورمیانه بلکه فراتر از آن. برای این منظور آنها تلاش می‌کنند تا از احساسات قومی و مذهبی میلیون‌ها نفر بهره برداری کنند. این روش از مدت‌ها پیش سیاست آنها بوده. مسلمانان را در برابر یهودیان قرار می‌دهند و از آنها خواسته می‌شود جنگ علیه کفار را به راه بیندازند. از سوی دیگر تنها در اروپا آنها چشم خود را بر توهین و خرابکاری علیه اماکن مقدس مسلمانان می‌بندند. در برخی از کشورها آنها آشکارا و رسماً جنایتکاران نازی و یهودی ستیزانی را که دستهایشان به خون قربانیان هولوکاست آلوده است ستایش می‌کنند. در اوکراین آنها در حال تلاش برای غیرقانونی کردن کلیسای ارتودکس متعارف و تعمیق اختلافات درون کلیسا هستند. به نظر من این اقدامات به وضوح برای ایجاد بی‌ثباتی در سراسر جهان، تقابل فرهنگ‌ها، مردم و ادیان جهانی و تحریک به برخورد تمدن‌ها طراحی شده. همه چیز بر اساس اصل شناخته شده، تفرقه بیفکن و تسخیر کن و سوار شده. در همین حال آنها مدام در مورد یک نظم نوین جهانی صحبت می‌کنند که در واقع اساساً همان نظام قدیمی است. مبتنی بر ریاکاری، استانداردهای دوگانه، ادعاهای حقوق استثنایی و تسلط جهانی و حفظ آنچه که اساساً یک سیستم نوع استعماری است. غرب می‌بیند که یک نظام جهانی چند قطبی در حال ظهور است و از تمام ابزارهای مشابه مانند اسلام حراسی، یهودی ستیزی و روسیه حراسی برای جلوگیری از پیشرفت کشورهای مستقل و تقسیم اکثریت جهانی استفاده می کند. البته نیروهایی که چنین سیاستهایی را دنبال می کنند یا تلاش می کنند آنها را اجرا کنند، از انتشار اپیدمی خشونت و نفرت نه تنها در خاورمیانه بلکه در سایر مناطق نیز بهره مند می شوند، به طوری که کانونهای قدیمی و جدید تنش در اوراسیا شعله ور می شوند. با سازماندهی گسترده در درگیری‌های خاورمیانه، تقویت و تحریک ملی‌گرایی افراطی و عدم تحمل مذهبی در سراسر جهان، این نیروها بدون شک طرح‌های خصمانه خود را در کشور ما نیز دنبال می‌کنند. این اهداف آشکارا توسط محافل حاکم در برخی از کشورها بیان شده، یعنی می‌گویند تحمیل یک شکست استراتژیک به روسیه. هیچ چیز جدیدی در این مورد وجود ندارد. آنها می‌خواهند درگیری خاورمیانه و همچنین هر درگیری مذهبی یا قومی دیگری در جهان وجود دارد را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به روسیه گره بزنند، یا دقیق‌تر بگویم ضربه‌ای به روسیه و جامعه روسیه وارد کنند. به همین دلیل است که آنها به دروغ و تحریف متوسل می‌شوند و از بهانه‌های خارجی و داخلی برای تضعیف و تقسیم جامعه ما و تحریک درگیری‌های قومی و مذهبی در خانه ما استفاده می‌کنند. оказывают поддержку участникам специальной военной операции, их близким. Велик вклад наших традиционных религий и в укрепление семейных ценностей.